خداوند جان و خرد از این بهتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت میهمانان عزیز و ارجمند بخش فارسی برنامه پرشین اوارد جوایز فارسی. با کمال احترام بهدار رستمی از مونترال کانادا در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه های نشست با استادان زبان و ادبیات فارسی خارج از مرزهای ایران. امروز تصمیم داریم به سرزمین پاکستان بریم و مصاحبه ای داشته باشیم با ستار خانم دکتر سید فلیحا زهرا کاظمی، پروفسور و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه السی بانوان لاهور پاکستان. خانم دکتر عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام دوستانی که با ما وصل میشن. بنده دکتر فلیح زهرا کاظمی از شهر فرهنگی لاهور پاکستان در خدمت همه فارسی زبانان که در سراسر جهان هستم و تشکر می کنم از خانم دکتر شما و از این برنامه که شما زحمت کشیدین و بنده رو شایسته انعام رو دونستید که من هم در این برنامه در حقیقت عضو گروه شما بشم و هم پاکستان رو هم وضع زبان فارسی در شهر لاهور و کلن پاکستان خدمت شما عرض کنم. میگم بهتون و خوش آمد میگم، زحمت کشیدید، لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید، برای من و سایر همکارانم باعث افتخاره و امیدوارم که امروز در مصاحبه‌ای که با شما داریم هم جهان زبان و ادبیات فارسی شما رو بیشتر بشناسند و هم ما در جریان کارها و زحمات شما در حوزه زبان و ادبیات فارسی قرار بگیریم و از تجربیات شما بهره ببریم. حتی خانم دکتر از خودتون بگید، از اینکه چی شد شما اصلا با زبان و ادبیات فارسی آشنا شدید؟ ببینید، نیاکان ما قرنها پیش از خراسان بزرگ ایران و از شهر نیشابور به شهر کشمیر هند مهاجرت کردند و از کشمیر به پنجاب هند و بعدن زمانی که هند و پاکستان تقسیم شد به پاکستان تشریف آوردند و دیگه ما در این کشور پاکستان مستقر شدیم و بنده هم در پاکستان به دنیا اومدم. ولی حیات رو میخواید، اون شاید اساس و اون ریشه ایرانی در وجود من هنوز وجود داره و این علاقه به زبان فارسی بالخصوص زمانی که من لیسانس گرفتم و خانه فرهنگ لاهور رو جوین کردم برای یه مدتی، چون وقت داشتم، هنوز وارد دانشگاه نشده بودم، یه مدتی بود که دیگه خانه فرهنگ رو جوین کردم تو شهر لاهور. اونجا ما یه استاد داشتیم، استاد مرحوم شیخ نوازش علی. ایشون یه آدم بزرگی بودند، از دانشگاه پنجاب شهر لاهور بودند و واقعا آقا بودند. شاید ایشون احساس کردند که من یه به زبان انگلیسی میگن سپارکی دارم. ایشون به من گفتند که شما باید بیاین فارسی بخونید. من هم تو چند ماهی که این کلاس های زبان فارسی رو گرفتم آنچنان شیفته ی زبان فارسی شدم که دیگه گفتم که من که دوست داشتم برم بخش خود اقتصاد درس بخونم نرفتم و در دانشگاه جی سی لاهور ثبت نام کردم تو بخش فارسی و دیگه همین چو علت شد که از همونجا اول ارشد گرفتم، بعدن اینجا ام فیلم میشه، یعنی دو سال برنامه پیش دکتری هست و بعد از اون از همان دانشگاه پایان نامه دکتری رو نوشتم به عنوان استقبال و پیروی شاهنامه فردوسی در شبکاره. بسیار عالی. سفر خانم دکتر عزیزم، برای ما فارس‌زبانان باعث افتخاره که عزیزی از دیار قشنگ و زیبای پاکستان به زبان فارسی ملحق شده و
به فارسی صحبت میکنه و ما بسیار خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم.